در جمهوری اسلامی کارگران اعتراض می کنند که حقوق آنان پایمال شده است، به دادگاه احضار می شود. در پی خودکشی 3 تن از کارگران معدن طلای آغدره در آذربایجان. آن سوتر یکی از مسئولان دولت روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، آقای نوبخت، میگوید نفت به 35 دلار برای هر بشکه نیز قیمتش تنزل کند، ما کشور را همچنان به خوبی اداره خواهیم کرد. و آنچه که پیرامون دادگاه مرتضوی، سعید مرتضوی میگذرد و خبرهای دیگر در عرصه داخلی ایران. سلام به شما عزیزان در هر کجای که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن آفتابی با شما عزیزان خواهم بود در ساعت 9:30 شب تهران. میپردازیم به مهمترین خبرهای روز در عرصه داخلی و نیز آنچه که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار در لندن، و در استکهلم آقای کوروش اعتمادی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای محمدی سلام به شما. درود بر شما جناب چلنگی و جناب اعتمادی و همچنین شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا در هر کجا که هستند، به ویژه هموطنانمون در ایران. اجازه بدید از فرصت استفاده کنم سال نو میلادی رو خدمت شما و خدمت همه بینندگان، به ویژه هموطنان مسیحی، تبریک عرض بکنم و باز اجازه میخواهم که از زحماتی که واقعا بچه های فنی تلویزیون، از تینا و علی و رضا و دیگر دوستان واقعا در این یک سال کشیدند و بنده هم بهشون زحمت دادم، سپاسگزاری کنم. من به نمایندگی از بچه ها که در نزدیکی شما هم اصلا سپاسگزار هستیم، همچنین هم میهنان گرامی مسیحی نیست و همینطور همکاران دیگه مون در استودیو لندن. و سلام به شما آقای اعتمادی گرامی. درود بر شما جناب جمشید چالنگی، درود بر همکاران عزیز شما و همچنین آقای ناصر محمدی دوست عزیز، و همچنین درودی دارم خدمت شنوندگان و هموطنان عزیزم در داخل کشور. من هم از این فرصت استفاده میکنم سال نو میلادی رو به تمام هموطنانم، هموطنان مسیحی و دوستان هموطنی که در سایر دولت جهان هستن تبریک بگم. خب از برکات ایام میلادی، این روزها مثل بقیه عیدها، روزهای نوروز، این هستش که خب تعطیلات زیاد هست، همه جا تعطیل هست، بسیار از کشورها این روزا تعطیل هستن و فردا و پس فردا همینطور بسیاری از ادارات آموزش پرورش، در سوئد هم همینطور. و این فرصتی بود غنیمت برای ما که آقای کوروش اعتمادی رو که در آموزش و پرورش مشغول هستن در سوئد، در این تعطیلات داشته باشیم در برنامه. بقیه روزها مشغول هستن. افتخار بنده است خدمت شما. تا چقدر تعطیل هستن در سوئد مدارس برای؟ والا تعطیلات در سوئد جناب شورای زیاده میتونم بگم. یعنی ما 2 هفته تعطیلات سال نو میلادی داریم، یعنی تا 4 ژانویه،
از 19 دسامبر تا 4 ژانویه تعطیلاته، بعد یه تعطیلات زمستانی دارن حدود یک هفته است در آخر ماه فوریه است که معمولا در این فصل چون هوا بسیار سرده و دریاچه ها یخ شده، یخ زده، دانش آموزان و معلمین میرن روی دریاچه سرسره بازی و این صورت ها. بعد تعطیلات تابستان که فکر کنم حدود یک ماه نیم است. بعد در مدارس سوئد تعلیمات دینی اداره عقیدتی صبح جمع بشن برای رهبر، حالا کی هست؟ پادشاه سوئد یا نخست وزیر؟ اولا اصلا حال زنگ میخوره، دانش آموزا یک به یک میان سر کلاس میشینن و هر کی سر نه از این بحثا و این مراسم اصلا خارج. یعنی دانش آموزا رو نمیگن تو مسیحی هستی، اون یکی نه یهودی هستی، تو مسلمانی نه. اولا نه اصلا چنین پوزیشنی رو در واقع کسی نمی کنن. نه اصلا. پس چی یاد میگیره نگیره؟ به هر حال درسی که سیستم آموزش پرورش به هر حال تصدیق کرده. البته خدمتتون عرض کنم که ما درس مذهب هم داریم، ولی خب از یک جنبه زاویه دیگه تدریس میشه. بیشتر تاریخ مذاهب و ایناست. تاریخ مذاهب و به هر حال تاکید میشه که اساسا مذاهب ساخته تفکر و اندیشه بسیاری از آدماست و پایه علمی نداره. این رو کاملا در این کتاب های مذهبیش رو توضیح میدم به دانش آموزا که از دانش جانم بله، یعنی در مدارس اینو میگن کاملا، یعنی اصلا کتاب با اینج آغاز میشه. کتابی که به حال در رابطه با مسئله مذهب هست تدریس میشه، که اینو باور نکنین اندیشه های مذهبی است و به حال گفته هایی است که از منتقل شده، هیچ منبع علمی و دقیقی نداره. این رو کاملا بهش اشاره میشه. در حال نکته بسیار مهمی است و در بسیاری از کشورهای بسیار که نه چندین کشور دیگه هم چنین شیوه آموزشی رو دارن. البته خدمت رو عرض کنم سوئد جزو کشورهایی است که جامعهش بالاترین درصد به حال اتئیست رو داره، یعنی غیر مذهبی هستن. ولی هر کسی کار خودشو میکنه، کسی مزاحم دیگری نیست. کلیساش هم هست، مسجد هم که داره، همیشه کنیسه هم هست. آزادی مذهب به واقع وجود داره. آقای محمدی این ایران نیست؟ والا تفاوت از زمین تا آسمان است دیگه. الان خب ما قبلا داشتیم به سوی یک همچین جامعه میرفتیم، نه حالا اینکه بیایم با ضد مذهب باشیم یا آتئیست باشیم یا بی خدایی رو تجویز کنیم، نه ترویج کنیم، بلکه به خاطر اینکه هر کسی دین خودش رو داشته باشه. و من برای این عقیده هم که به هر حال جامعه رو نمیشود به طور کامل از دین تخلیه کرد. یه دیگه به هیچ چیزهایی اعتقاد دارن و هیچ مانعی هم نداره که بنده مسلمان شیعه همچنان که قبلا هم بود. آقای چلنگی، ما در محلمون، من یادمه مادر من نماز شب خون بود با مادر آلبرتو، نمیدونم اون یکی با مثلا ارمنی و با آسوری و اینا میرفتن میامدن، هیچ مشکلی با هم، اصلا کسی از دین کسی نمیپرسید، هر کسی به راه خودش بود و عیسی به دین خود و موسی به دین خود. اما الان اگر صحبت جامعه رو میفرمایید که خب داستان یه چیز دیگری است. اصلا مسئله این استش که حتی خاصان و اون نزدیکان هم جایگاهی ندارن. وقتی که امامدارها رو می آورن مثلا اونها رو هم به بیدینی متهم میکنن، نظیر همین حرفایی که آقای نقدی اخیرا زد در مورد آقای رفسنجانی و غیره، دیگه حساب ما با کرام الکاتبین فکر میکنن. خب ببینید یه نمونه ای از جامعه دینی مذهبی، حکومت دینی مذهبی، حکومت فقیه، روحانیت شیعه. من بیننده برای من نوشته بود که وقتی میگیم حکومت شیعه، ملایان شیعه، منظور چی است؟ خب خیلی روشن است، چون در این حکومت فقط روحانیت یا شیعیان هستند که میتونن به مدارجی برسن، هم از وزیر تا مقامات دیگه. حالا در سطح معاونت حتی من کسی رو غیر از مسلمان شیعه سراغ ندارم. ولی آقای رحیمی کرد بود اما نهل سنت، معاون رئیس جمهور. به هر حال آقای محمدی در یه همچین حکومت فقیه
که مدعی هم هستن باید الگو بشه برای همه حکومت های دیگه، ملت های دیگه. یک اتفاقی تقریبا دیگه قانون شده، کارگران اعتراض میکنن به وضعیت کار، کمبود دستمزد، هر چه که هست حقشون پایمال میشه، اونم در معدن طلا. در معدن طلا وضعیت به شکلی است که 3 کارگر خودکشی میکنن و بعد 11 کارگرم احضار میشن به دادگاه به خاطر کارفرما شکایت کردن. سنتی شده، معلمان شکایت میکنن، معلمان به دادگاه برده میشن، زندانی میشن. رسول بداغی معلم ایرانی و معلمان دیگر در زندان هستن. این عدالتی که فقیه، ولایت فقیه و حکومت شیعه ایران، دینی ایران آورده، شما برای ما توضیح بدید بر چه اساسی هست؟ واقعا شاید ما بیخبر هستیم از ارکان چنین عدالتی. شما میفرمایید عدالتی آورده، منظورتون واقعا این هستش که عدالتی آورده یا این عدالتی که ادعا میکنن در واقع؟ برای حالا... اینا مدعی هستن این بهترین نوع عدالتی هست که در این کره خاکی فعلا حاکم هست. خب بله، ادعا رو که حکومت یعنی میگن حکومت الهیست. بفهم، واقعا شاید میتوان گفت جناب چالنگی، من فکر میکنم نظام جمهوری اسلامی، نظام ولایت فقیه که به هر حال بر تصمیم گیری یک نفر استوار هست و بر اساس قانون اساسیش یک نفر به نام ولی فقیه میتواند در تمام امور تصمیم بگیرد و متاسفانه این آدم هم شخصی است مثل آقای خامنه ای، فرق نمیکنه، هر عارفی هم که باشه، هر آدم درستی هم که باشه، وقتی تمام اختیارات جمع بشود فساد به وجود میاره. اما این ادعایی که میکنن به عنوان این که عدالت رو مثلا ما پیاده کردیم و اجرا کردیم، خودشون هم میدونن که محلی از اعراب نداره. الان اشاره فرمودید به خودکشی بعضی از کارگران، همین رو مقایسه کنید، یعنی همین خبر رو بگذارید در کنار خبرهایی که هر روز داره منتشر میشه در مورد چپاول و غارتگری و دزدی‌های کلانی که انجام شده، که مثلا یک قلم 4 میلیارد دلاره، بعد مثلا دولت میاد حالا تکذیب میکنه، اما ارقام نجومی 12,000 میلیارد تومان، 7,000 میلیارد تومان، بعد حالا اونهایی که رسمی هست 100 میلیارد دلار مثلا صرف مسائل هسته‌ای می شود، آخرش هم به یک همچین مسئله برمیخوره که بالاخره باید بساطشون رو جمع کنن و برن. یک نماینده مجلس حرف قشنگی آقای جناب چالنگی زده، آقای نعیمی میگوید برای ما مسائل نظامی مهمتر است از معیشت مردم. آخر این مسائل نظامی، وسائل نظامی، تجهیزات نظامی، اصلا ما با کجا جنگ داریم؟ چی داریم بگیم؟ برای چی باید این همه ما اهمیت بدهیم به مسائل نظامی و به وسائل نظامی و بعد به هر پاسداری، هر سردار پاسداری الان صاحب میلیاردها دلار حتی هست؟ بعد میبینیم گندش از هر طرف خودشون در میارن. خیلی جالب است که آقای روحانی می آید می گوید آقا در دولت آقای احمدی نژاد این دزدی ها شده. یک بار مسئله 3,000 میلیارد تومان که 3 میلیارد دلار بود اون موقع در واقع مطرح شد، آقای خامنه ای آمدن گفتن آقا دیگه قضیه رو تمومش کنین، سرصداشو در نیان، سرپوش بذارین تمومش کنین بره. حالا آقای روحانی میاد اعلام میکنه، رئیس قوه قضاییه میگوید اون مطبوعاتی که برمیدارند این رو مجددن در واقع سیاه نمایی میکنن، بزرگ نمایی میکنن، تحت تعقیب باید قرار داد. خب حالا در یک چنین وضعیتی که فقط نزدیکان بیت رهبری هستند که از امکانات کشور بهره میبرن، اون هم در سطح بسیار بالا،
فارغ از این که واقعا دین دارن ندارن، آدم خوبی هستن نیستن، اصلا فایده ای واسه کشور دارن یا ندارن، مثلا به عنوان نمیدونم امام جمعه فلان شهرستان اصلا چه خاصیتی دارن، اون وقت صحبت از عدالت کردن جناب شادنگی واقعا خجالت آوره. من نمیدونم خودشون هم باور دارن به این قضیه که اساسا معذرت میخوام عدالتی در جمهوری اسلامی وجود نداره، که هیچ، واقعا همش مظالم هست. آخه حق کارگر رو خوردن، به قول خبری که شما الان منتقل فرمودید، کارگر بیاد اعتراض بکنه بعد بگیرید دستگیرش بکنه بیاد نزد زندان، بعد یکی بره خودشو بکشه، بعد معلم بیچاره‌ای که آخر سال میخواد مثلا یه چیزی واسه زندگیش اصلا نون خالی میخواد تهیه بکنه، با 40% گران شدن نان نمیتونه، بعد اینو بگیرین متهمش بکنین که شما دو جمال فتنه هستین. نه قربون شما، من فکر نمی کنم چنین عدالتی در نظام ولایت فقیه اساسا چه این ولی فقیه باشه چه ولی فقیه دیگری باشه اجرا شدنی بشود، اصلا قابل اجرا باشه. خب من اینجا اسامی کارگرانی رو که به دادگاه احضار شدن میخونم: یوسف کاووسی، عباس آذر، محمد خسروی، منصور، فامیلش با دال خه نوشتن، خلیل عظیمی، فاتح رحیمی، ایوب مولودی، رضا بهاری، رضا یوسفی، عابد رحمانی و عطاالله صبوری. اینا کارگرانی هستن که با شکایت کارفرما به دادگاه احضار شدن، خواستار مطالباتشون شدن، سر از زندان در میار. خب آقای اعتمادی، در یک همچین کشوری که کارگر محتاج نون شب هست، کارمندش هم وضعیت بهتری نداره، حقوق بگیرن به طور کلی، حالا اگه حقوقی هم بگیرن بهشون داده بشه، چون این وضعیتی داره، وضعیت اقتصادی، ما میبینیم که آقای خامنه ای میاد هزینه کمک هزینه طلاب رو طور چشمگیری افزایش میده، 1,000,000 تومان به برادران طلاب اونطور که نوشتن و خواهران 500,000 تومان، خواهران طلبه که اینا هم داریم دیگه. این حضرات چه گلی به سر اقتصاد مملکت، سازندگی مملکت و کارهای تولیدی انجام میدن. خود آقایون روحانیت شیعه بر منبر بارا گفتن، خود امام اول شیعیان در نخلستان یک یهودی کار میکرد، حتی در زمان خلافت هم روایت است که عمر از خلفای راشدین هم کار میکرده. این و این خانم و آقایون طلاب که الان نوع شینی هم گفتن وارد میشه، چه میکنن؟ چه سودی دارن برای جا؟ به هر حال شما میدونی که جناب چارنگی، جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک هست، یک حکومت شیعه اسلامی هست و نیاز به یک دستگاه تبلیغاتی عریض و وسیع داره که بتونه از این حکومت به لحاظ تبلیغاتی حمایت بکنه و این حکومت رو پا بر جا بگذاره. بلتر یکی از این مراکز تبلیغی، مراکز حوزه علمی قم و طلاب جوان، چه دختر چه پسرها هستن، و علی خامنه‌ای به حال این هزینه سنگین، این هزینه‌ای که سرمایه‌های ملی مردم هست، این هزینه‌ای که به هر حال بخش بزرگی از حقوق این کارگرانی است که برای حقشون مبارزه می‌کنن و امروز دستگیر میشن و به زندان افتاده میشن، و اینها رو علی خامنه‌ای هزینه می‌کنه که بتونه این دستگاه تبلیغی رو زنده نگه بداره. و شما می‌دونید که در طی این 36 سالی که این حکومت مرکزی به وجود اومد، این حکومت شیعه مذهبی به وجود اومد، مراکز مذهبی، مساجد و مراکز تبلیغی بسیار وسیع گسترده شد. و شما میدونید که یکی از بخش‌های بودجه دولت جمهوری اسلامی اختصاص به بیت رهبری داده و بیت رهبری این پولا رو در قم هزینه می‌کنه. البته علی خامنه‌ای با بخشی از مراجع تقلید هم در قم مشکل داره، چون موقعیت و قدرتش بسیار شده به خاطر همین ریخت پاشایی که در مرکز حوزه علمی قم میکنه. من تنها دلیلی که میبینم در این مسئله این است که بتونه به حق اون قدرت تبلیغی جمهوری اسلامی رو حفظ کنه و پایدار نگه بداره. دلیل دیگری رو من به حال از این مسئله نمیبینم. یعنی شما معتقد هستین که این در جهت مساله حکومته و نه مردم؟
کاملا، یعنی در جمع من عرض کردم خدمتتون، چون یک حکومت ایدئولوژیکه و این حکومت ایدئولوژی احتیاج به مراکز تبلیغی وسیع داره که حکومت رو حفظ بکنه، در نتیجه این هزینه سنگین رو علی خامنه‌ای برشکل انجام ده. ولی این نکته‌ای که برشکل اشاره می‌کنی در مورد وضعیت کنونی رژیم، وضعیت اقتصادیش، من فکر می‌کنم که به هر حال هزینه این حکومت صرفا مسئله مراکز علمیه نیست، بلکه شما می‌دونید که بودجه سپاه رو 50% بالا بردن، حضور نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای عربی، جنوب لبنان، سوریه، عراق و کشورهای اطراف هزینه سنگینی نیست. این هم بس از جیب مردم، از سرمایه ملی برشکل از این مسئله برداشته بشه و هزینه اینها بکنه. من فکر میکنم که به هر حال تمام این هزینه های سنگین خودش برای رژیم میتونه یک مخمصه، میتونه بحران ایجاد بکنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که درآمد حکومت پایین رفته به دلیل کاهش نفت، به دلیل کاهش قیمت نفت و مشکلاتی است که رژیم برشکل در آینده باهاش مواجه است و بسیاری از به هر حال کشورهای منطقه یا سازمان‌های تروریستی اسلامی منطقه هم نگران وضعیت اقتصادیش هستن، بدانی که رژیم به نظر من درآمدش هم بسیار کاهش فروکش کرده به خاطر مسئله قیمت نفت. اما آقای محمدی، آقای نوبخ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که آقای روحانی باشه، ایشون میگه حتی درآمد نفت به بشکه 35 دلار هم تنزل کنه ما کشور رو به خوبی اداره میکنیم. خب بسته به این استش که به خوبی رو چی تلقی بکنیم و چی تفسیر بکنیم. حضورتون عرض کنم وقتی مقایسه میکنیم میبینیم 8 ساله دوره آقای احمدی نژاد چیزی در حدود 740 میلیارد دلار درآمد نفت بود، اونجوری اداره کردن. حالا چجوری میخوان اداره کنن؟ به بهترین نحوی که میگویند همان چیزی است که یک نمونهش دیدیم، همین دولت آقای روحانی که خیلی هم وعده میداد و خیلی هم امید بسته بودن بعضی ها بهش، آمد و کیسه آذوقه و کیسه غذا دست مردم میداد که تازه اون رو هم انقدر دیگه خجالت آور بود که متوقفش کردن. اما این که خیلی راحتی میگویند 35 دلار هم بشود اداره میکنیم، واقعا جناب چالنگی تو این سالهای اخیر اساسا نفتی که فروختن زیر قیمت بازار بوده همواره، چون خودشون میگن قاچاق فروختیم و رفتیم و دادیم امثال مثلا آقای بابک زنجانی بفروشن و اونها هم نصفشو بردارن برای خودشون، بعد بقیهش هم تازه به دولت پس ندن. این شکلی که میگویند به بهترین وجه اداره میکنیم، منظور بهترین وجه رو تشریح نمیکنن. بهترین وجهشون این هستش که مثلا یه خونونه بخور و نمیر. آخر نظامی که جناب چالنگی، نظامی که در مرکزش، در پایتختش این همه کارتون خواب هست، این همه آدم هست که سر گرسنه بر زمین میگذاره، پول بیمارستان نداره، پول دوا نداره، پول درمان نداره، خب حالا اون 35 دلار بشود مثلا نفت 35 دلار، اون موقع که 150 دلار بود 150 دلار رو میذاشتن جیبشون، حالا 35 دلار رو میذارن جیبشون. برای مردم وراست هم میگن هیچ تفاوتی نمیکنه. چه تفاوتی میکنه؟ بازم مردم در فقر و گرسنگی باید به سر ببرن. خنده داره که میان، آخر نان که غذای غالبه به هر حال مردم هست، 40% این رو گرانش میکنن و بعدش آب هم از آب تکون نمیخوره، خیلی هم راحت میگن آره خیلی اصلا مسائل عادیه. نان در ایران نمیدونم خاطرتون هست، حتما خاطرتون هست که یه نون سنگک رو 5000 و آخرها یه تومن 15000. البته زمان این و دوله رو نمیگید که گرون شد و نه 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 اون موقع ما یادمون نیست. نه نه بابا، همین 35 سال پیش عرض میکنم. بله آخر از اتوبوس 2000 دارم صحبت میکنم، از نان یه تومنی دارم صحبت میکنم و درآمد هامون گونه نبود که گرسنه بمونن. اصلا مسئله شون این نیست، مسئله روحانیت. الان شما صحبت می‌فرمودین که آقای خامنه‌ای آمده از شهری‌های طلاب اضافه کرده، اصلا سیستمش همیشه همین بوده آقای یعنی تمام
اون گروهی که به اسم روحانی ازشون نام میبریم، نمیگذاشتن بچه بره مدرسه، بیارن آقا حق و حقوق بدن، تازه یه چیزی هم دستی میدادن بهش که طلاب علوم دینی که بنده هم از این کلمه پرهیز دارم، علوم مذهبی رو، حوزه مذهبی رو میگن حوزه علمیه، به هر حال اینها باید برن واسه شون تبلیغ بکنه، و اگر این آدم های قشری رو اینا نتونن فراهم بکنن از طریق همین طلاب برادر و خواهر، خب طبیعیستش که پشتوانه مردمینشون رو از دست میدن، چنان که از دست دادن، ولی خب با زور بر سر پای ایستادن. اما یکی از محصولات همین تو حوزه علمیه قم، محصولات قدیمی و الان از مراجع بسیار بلند مرتبه حکومت فقیه، از مراجع ذی‌نفوذ آقای آیت الله مکارم شیرازی، ایشون گفته اصلا راه حلای همه مشکلات این مملکت، اگر مشکلی هست راه حلش تمام این هستش که افزایش جمعیت، همون حرف آقای خامنه ای. این حرف تا چند اندازه علمی هست و درست هست آقای اعتمادی، که از یکی از بزرگان حوزه علمیه قوم افزایش جمعیت راه حل همه مشکلات کشور؟ بدانید که جناب چارنگی، یکی از مشکلات کنونی رژیم مسئله کاهش جمعیته، اگرچه به هر حال اعلام کردن که حدود 78 میلیون جمعیت هست در ایران، ولی با توجه به آمارهای دیگری که وجود داره الان زاد و ولد در خانواده به 1.7% رسیده، یعنی زیر اون نرم طبیعی و منطقی که 2.1، یعنی اگه 2.1 در یک جامعه تولید نسل باشه در خانواده، جامعه در واقع میتونه خودش رو تولید کنه، بازتولید کنه از نظر جمعیت، یعنی یک حالت منطقی داره. زیر 2 باشه جامعه در معرض خطر قرار گرفته، کاهش جمعیت. یکی از معضلات کنونی رژیم و خود علی خامنه‌ای هم بارها این مسئله رو هشدار میده، یا حتی مراجع تقلید شیعه هم که دارن این مسئله رو هشدار میدن، مسئله اینه که الان جوانان ایران یا خانواده های ایرانی تشکیل خانواده نمیدن، آمار طلاق در بین خانواده ها بالا رفته، تولید نسل پایین آمده، بسیاری گفته شده که بسیاری اصلا صاحب بچه نمیخوان بشن، نهایتا صاحب یک بچه بشن، و این برای یک جامعه، برای یک جامعه که بخواد تولید نسل بکنه، جمعیت به حالت طبیعی رشد بکنه، یک زنگ خطر هست. من فکر میکنم که مکارم شیرازی از این بهانه، از این فرصت استفاده کرده که بگوید که وضع اقتصادی مملکت بهتر خواهد شد اگر تولید مثل باره بره، درسته که به واقع اگر تولید مس بالا بره ولی تولیدات داخلی کشور و صنایع کشور خوب کار نکنه، در این جامعه دچار فقر بیشتری خواهد شد. برها این هم نقطه نظرات آخونداست دیگه، یعنی برای راه حل مسائل اقتصادی در کشور برمیگردن یک سری مسائل مطرح میکنن که اساسا هیچ گونه پایه علمی و منطقی و شی نداره. برای اینکه معضلات امروز ایران در واقع به خاطر همین مسئله وضعیت اقتصادی خراب، همین کاهش جمعیت و عدم ازدواج جوانها، و اینکه علاقی هم نیست در بین جوانها، چون امکانات مالی و اقتصادی خوبی هم در واقع ندارن که بخوان تشکیل خانواده یا تولید فرزند بکنن. آقای محمدی، تفسیر شما در این مورد، در مورد گفته آقای مکارم شیرازی، که ترجمه راحت‌ترش اینه که راه حل مسائل کشور از اتاق خواب مسلمین و مسلمات می‌زد، این حرف تا چند علمی است؟ والا جواب چلنگی، یادتون هست که میگفتن، خود آقای خمینی میگفت شعار دوران گذشته، نظام پادشاهی که بود پیش از انقلاب، این بود که خانواده کمتر یا فرزند بچه کمتر، فرزند کمتر زندگی بهتر، مردم رو تشویق میکردن که فقط دو تا بچه داشته باشن که بتونن بره. بله، آیت الله خمینی میگفت که اون موقع و بقیه روحانیون که این توطئه شاه و اسرائیل و آمریکا هست که مسلمانان تعدادشون کم بشه و افزایش پیدا نکنه و ما به گوینده لا اله الا الله بیشتر احتیاج داریم. ولی این دقیقاً دیگه، حالا درست نادرست بس دیگه، بفرمایید. این نظریه دقیقاً در مخالفت با نظریه همه جامعه شناسانه و همه اقتصاددانان. ببینید، افزایش جمعیت در ظرف 35 سال از 35 میلیون به 78 میلیون از انفجار بمب اتمی واقعا خطرناک تره، چنانکه میبینیم الان
چه وضعیتی پیش آمده. تمام جامعه شناسا توصیه میکنن که باید جمعیت کنترل شده افزایش پیدا بکنه، افزایشش باید کنترل بشود و باید با مطالعه باشه. حالا وقتی که میخواد جمعیتی فرض بکنی در عرض 10 سال آینده 5% اضافه بشود، طبیعی است که باید امکاناتی برای زندگی اون 5% اضافه هم فراهم بشه، از قبیل مدرسه و از قبیل بیمارستان، از قبیل خانه و از قبیل درمانگاه و از قبیل همه چی. کدام مطالعه رو کردن، کدام برنامه ریزی رو کردن که به همین راحتی آقای خامنه ای میگوید جمعیت باید به 150 میلیون نفر برسد، به قول شما گوینده لا اله الا الله بیشتر باشه. چرا؟ چون تعداد مسلمین بیشتر بشود، اصلا گویی ها که مثلا در قرون نمیدونم مثلا 15 قرن پیش دارن زندگی میکنن و زندگی قبیله‌ای داریم میکنیم که مثلا قبیله ما تعدادش زیادتر بشه بریم فلان قبیله رو مثلا حمله کنیم و بگیریم. اصلا الان تو این دنیای امروز اصلا این حرفا نیست. شما تو همین چیزی که به قول معروف میگن اینه که زاهدی بزرگش بکن، حالا پیشکش اون افزایش جمعیت. خب وقتی یک نفر آقای چالنگی تصمیم میگیره، فرض بکنین این آقای مکارم شیرازی به قول دکتر مرزاده عزیزمون شکرفروش، وقتی یه نفر در کشور تصمیم میگیره، آقای خامنه ای میگوید افزایش، حالا اگه آقای خامنه ای میگفت مثلا کاهش جمعیت باشه، همین آقای مکارم شیرازی بعد میومد 16 جور حدیث پیدا میکرد از این ور اونور که باید جمعیت کم بشه. خب وقتی در ساختار نظام این مشکل هست، مسئله جمعیت پیش میاد، مسئله اعتیاد واقعا وقتی آدم میره تو بهرش فکر میکنه جناب چالنگی دلش به درد میاد که این همه جوانها رو اینها معتاد کردن. من می توانم به صراحت بگویم که نمی شود این میزان مواد مخدری که وارد می شه به کشور رو با بار اولاغ و نمیدم با تو تا شطور رو اینا وارد کرد. محاسبه می کنم خدمتتون میدم که ببینید این باید چندین و چندین تریلی در ماه و در روز وارد بشه تا این همه مواد مخدر رو پخش بکنن. بعد میان حالا دو تا رو میگیرن اعدام میکنن، بعد میگن ما با مواد مخدر مبارزه کردیم. این به هر حال بحثمو جمع کنم این هستش که در یک نظامی این چنین بحث‌های این چنینی هم باید مطرح باشه. وقتی یه آدم بی اطلاع از جامعه شناسی مانند آقای مکارم شیرازی، خواه شما برو به حیز و نفاست برس، اون همون حدیثایی که خوندی اینا رو بگو، خب اوکی، ولی دیگه آخه به مسئله جمعیت که مسئله علمی است چی کار داری؟ آخه مگه میتونی نظر بدی اصلا؟ متاسفانه این چنین شده است در کشور ما که هر کس به هر چیزی میتواند در هر موردی نظر بدهد به واسطه نزدیکی که به رهبر دارد. خب صحبت مواد مخدر شد، اینجا آقای حبیب الله آصفی فرماندار دسول در یک نشستی که بودین گفته که مواد مخدر از سبزی خوردن ارزونتر شده. شهر دسو، شهر در ایام زمستان بسیار مورد گردش و بسیار تفرجگاه بسیاری بود در خوزستان و شهرهای دیگه میمدن. ایشون همچنین اشاره کرده که دسو به محلی برای ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده و سر راه رفت آمد باندهای شخصی مواد مخدر هستن، که خب برای آقای محمدی هم اشاره کردن این حجم از مواد مخدر در ایران که به چند تن مصرف فقط تریاک در روز میرسه، طبق آمار خود دولتی این خب بدون یک بازوی قدرتمند حکومتی در هیچ کشوری نمیتونه برای مدتی به این طولانی ادامه پیدا کنه، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. اینو من با در برنامه دیگه هم اشاره کردم، با نماینده ویژه سازمان ملل در این مورد در خاورمیانه بارها مورد بحث و صحبت قرار دادم، اطلاعاتی که ایشون به من. آقای اعتمادی عزیز، اما در اینجا خب مواد مخدر میبینه باندهای کلان
اصلا معلوم نیست، اشاره نمیشه. اسید پاشان اصفهان هنوز شناسایی نشدن. عرض کنم آنچه که سر نخیش به حکومت مربوط میشه، مثل بابک زنجانی، فساد مالی، پرونده عملا و بقیه ارقامی که هست، شما اگه بخواید یه جمع‌بندی بکنید این ارقام فساد مالی اعلام شده در دولت احمدی نژاد رو، چه خواهید گفت؟ یعنی چه منظری در برابر دارید از این ارقام مجموعاً؟ به هر حال جناب شارنگی، اون چیزی که به هر حال ما شنیدیم یا از توی مطبوعات خود رژیم هم به هر شکل انعکاس یافته این است که ارقام بسیار بالاست، ارقام نجومی. یعنی من یادمه که وقتی که رئیس بانک ملی بحث 3 میلیارد دلار که میکردن، بسیاری به هر حال مورد تعجب قرار گرفتن، تعجب کردن که این رقم 3 میلیارد دلار چگونه است. ولی خب میبینیم پس از اینکه دولت روحانی میاد، یه مقدار برها تسبیح حساب های جناح ها با بانک ها، میبینیم که ارقام دیگری برشکل مطرح میشه. 12 میلیارد دلار بانک ها به هر حال گفته میشه اختلاس کردن، یا 7 میلیارد دلار یک فردی مثل بابک زنجانی برشکل اختلاس کرده، یا مثلا سعید مرتضوی خودش اعلام میکنه که بین 285 نماینده مجلس بین 1 تا 2 میلیون تومان به هر حال چیزی تحت عنوان هدیه به اینها داده. علاوه بر این حیفی ملهایی که به هر حال سرمایه ملی مردم میشه، مثلا میبینی که در پرونده سعید مرتضوی میاد میگن 1000 نفر از مثلا اقوام فلان نماینده رو استخدام کرده در سازمان خدمات اجتماعی. به هر حال این ارقام به نظر من ارقام بسیار بالایی است. یعنی من اینو خدمتتون عرض بکنم، در هیچ کشوری که امروز ما برشه در این جهان 200 دولت و حکومت وجود داره، من نشنیدم در واقع این همه اختلاس، این همه فساد مالی که در واقع اتفاقی هم نیفته. در همین سوئد اگر نخست وزیر یا یک وزیر از کارت دولتی که در اختیارش گذاشتن یک بار برای تاکسی شخصی خودش از این کارت دولتی استفاده بکنه، این مسئله به مطبوعات میاد، به مراکز قضایی حقوقی میره و اون وزیر باید بره، یعنی باید استعفا بده و اساسا از صحنه سیاست محو میشه. ببینید اختلاسایی که اینا میکنن میلیاردیه. من در واقع خیلی متعجبم که در این مملکت هیچ اتفاقی نمیفته و متاسفانه هیچ عکس العملی هم از سوی جامعه مشاهده نمیشه. یک جامعه استبدادی است، یک دیکتاتوری است در این کشور، و شما میتونید که یکی از مواردی که میتونه مانع اختلاس یا فساد مالی بشه مطبوعات آزاده، یعنی آزادی مطبوعات در اون کشور، یعنی اهرم های آزادی، یعنی مطبوعات آزاد میتونن هر اختلاس مالی، هر فساد مالی رو بلافاصله در سطح جامعه انعکاس بدن. در اینکه ما به قول آقای رفسنجانی میگه این یک بخشی از اون قطعه یخی است، از اون کوه یخی فسادی که در این مملکت وجود داره. به هر حال این فساد مالی و اختلاس من فکر می‌کنم ابعادش بسیار بیشتر از اینه و بس ما منتظر بمونیم که به هر شکل این 800 میلیارد دلاری که اینها در طی این 8 ساله نفت فروختن و درآمد داشتن به کجا رفته. همینجوری به هر حال فعلا یه بخش بسیار ناچیز داره به نظر من مطرح میشه. خودشون هم میگن ما از 500 میلیارد دلاری، این 800 میلیارد دلار درآمد دولتی اصلا اطلاع نداریم به کجا رفته. خب آقای محمدی ببینید نکته اینه، ما فرض رو بر این میذاریم که آقا اینطوری که دارن وانمود میکنن درسته، یعنی قبل از آقای احمدی نژاد اصلا همه آدم های درست بودن، هیچ نوع فساد نبود، او احمدی نژاد است که این نوک کوه یخ بیرون زده و این میلیاردها دزدیده شده، میلیاردها اف و میل شده و همه این فرض رو این میگه. یعنی آقای رفسنجانی و بقیه در دوره اونا هیچ نوع فسادی نبود که حالا برحال. خب یه سوال دیگه پیش میاد، پس آقای خامنه ای شما که ولی فقیه هستید که قرار نظارت کنید بر مساله مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات و بقیه، شما کجا بودید که طی 8 سال یک آدمی اومده سر کار که چنین دزدی های میلیاردی شورای امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی، همین آقای روحانی سالها مسئولتش بود، پس حداقلش اینه که بس شما نظارت درستی نداشتید، وظیفتون درست انجام ندادید که هیچ
به خاطر حفظ همین آقای احمدی نژاد آدم کشتید. دقیقا. شما چه خواهید گفت آقای محمدی؟ ببینید دقیقا، حالا شما بگید فرض بکنیم که در دوره آقای احمدی نژاد بودد، خب فرض کردین، ولی واقعیت این هستش که از زمان آقای رفسنجانی حداقل اون چیزی که دیگه مدارکش هم وجود داره، سپاه وارد مسائل اقتصادی شد، نهادهای امنیتی وارد مسائل اقتصادی شدن و داستانش طولانی است. اما در مورد آقای احمدی نژاد و دولت او، جناب چلنگی، آقای خامنه‌ای مستقیما از ایشون حمایت میکرد، تعارف هم نداره، گفت فکر من به فکر ایشون نزدیکتر است. حالا آقای احمدی نژاد چه فکری داشت؟ آنقدر بود که همین آقای نووقت که اشاره کردید الان شده از مدیر سازمان برنامه، دوباره سازمان برنامه رو برای شد منحل کرده بود. یعنی تنها سازمانی که نزدیک 60 سال سابقه داشت و اقلا نظارت میکرد بر طرح ها، اون موقع آقای خامنه ای حمایت میکردن، نه اینکه بخوان حساب کتاب کشی کنن، نه، هر کاری آقای احمدی نژاد میکرد از جمله این مسئله یارانه ها که این همه اقتصاددان حتی بعضیشون به زندان افتادن به خاطر مثل آقای سعید لیلاج و بقیه، بله، اعتراض میکردن که آقا افزایش نقدینگی در جامعه باعث تورم خواهد شد، بر مردم فشار خواهد آورد. اصلا ایشون گوش نمیداد به این حرفا و کی ازش حمایت میکرد؟ آقای خامنه‌ای. هر کاری هم که انجام میشه، همین مجلسی که امروز شده مثلا خیلی هاشون بر علیه آقای احمدی نژاد حرف میزنن و سخن میگوین، یادمون نرفته وقتی آقای احمدی نژاد میآمد و میرفت چه استقبال و مشایعتی ازش میکردن. این آقای سعید مرتضوی هم که میبینین به خاطر اینکه یه دفعه رو اسب بازنده شرط بندی کرد، اون جلسه یادتون هست در مورد اون نواری که برادر، یعنی فاضل لاریجانی در واقع نشسته بود با آقای مرتضوی و میگفت ما بهتون بالاخره پورسانت میخوایم و همه این نماینده های مجلس و قوه قضایی هم گره و گوری داشته باشین، نمیدونم اونا رو رفع میکنیم. آقای سعید مرتضوی اون موقع این نوار رو در اختیار احمدی نژاد گذاشته بود، الان برای تاوان اونه میره، هیچ اتفاقی هم آقای چلنگی نخواهد افتاد. آقای سعید مرتضوی یکی از قاضیای نور چشمی آقای خامنه ایست. بسیار قتل ها از زهرا کاظمی گرفته تا مسئله کهریزک و غیره را انجام داده، کسی هم به کاری به کارش نخواه. الان هم که شما میبینید یه میلیارد وثیقه گذاشتن، گذاشت اومد بیرون، حالا نهایتا 5 سال آقا از قوه قضاییه و کار قضاوت بیرون بذارن. غرض این هستش که به طور کلی فساد سرتاپا رو گرفته، اصلا به دوره احمدی نژاد مربوط نیست، آقای خامنه ای ازشون حمایت میکردن، ایشون هم خیلی راحت به اطرافیانشون پول میدن، علنا میگن آقا ما نفت رو دادیم یه نفر بره در بازار قاچاق بفروشه. آقا کدوم دولتی هم چه کاری میکنه آخه؟ حالا وقتی اگه برن سر حساب بشن مثلا مسئله سپاه و غیره رو، بعد تازه سر گندش به استراف به قول معروف زیر لافه. آقای رفسنجانی گفت این تازه نوک کوه یخه. فساد بسیار بسیار بیشتر از این هاست، هم در دوره آقای احمدی نژاد و هم قبل از اون. خیلی معتقدم همون زیر لحاف یکی از گنده های حکومت خود همین آقای رفسنجانی و داردسته اون هست. بله بوده. الان تمام کاسه کوزه ها سر آقای احمدی نژاد قراره. یه قلمش آقای چلنگی، یه قلمش 15 میلیون دلار در مسئله استاتول پول گرفتیشون دیگه، مگه تعارف داره؟ اومدن مدیر عامل استاتول رو عوض کردن، ولی ایشون رو محاکمش هنوز رو هواست. بله. حالا از این موارد زیاد داریم. بله، ایشون هم لابی خصوصی خودشو داره در لندن و اروپا و از کنم همین واشنگتن، پادوها و کارگزارهایی داره که اونا هم هزینه دارن دیگه، باید از سفره مردم ایشون بلند کنه آقای رفسنجانی. مونتا میگه ببری مال مسلمانو چون مالت ببرن، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست، چون مسلمانی نیست. آقای رفسنجانی بر این شیوه ملایان شیعه بوده بر منبر دیگه. به هر حال آقای میرحسین موسوی، آقای اعتمادی،
8 سال نخست وزیر ایران بوده، مورد اعتماد آیت الله خمینی بوده. حالا در اون کارنامه 8 ساله ایشون فعلا به کنار، اما یک حرفی میزنه، به هر حال از دایره خودی های نظام هست. ایشون کسی هست که دوران آقای خمینی رو به عنوان دوران طلایی امام اسم برده، یعنی بارها هم تاکید کرده که خواستار براندازی جمهوری اسلامی نیست، وفادار به نظامه، میخواد نظام به خط قبلیش برگرده. حال درست ایشون اومده گفته که آقا من حاضرم در یه دادگاه علنی بیاید محاکمه کنین من و همسرم خانم رهنورد، تا بگویم نکته ای که هست ریشه این فسادی که کشور و انقلاب رو در خودش غرق کرده چی هست و چرا اجازه بهش نمیدن. حال بگذاریم از این که این فسادی که کشور و انقلاب رو غرق کرده در واقع فسادی است که با انقلاب اومده و کشور رو غرق کرده، این یه بحث دیگه است. ولی خب چرا به ایشون اجازه نمیدن که بیاد و حرفاشو بزنه؟ هی هر روزم چیز میکنن، سران فتنه اعدام باید بشن، فلان بشن، اینجوری بشن، اونجوری. آقا در رو باز کنید بیان حرفاشو بزن، چرا نه؟ به هر حال همونجوری که اطلاع دارین این روزها بر علیه کروبی و موسوی حملات زیادی شده بود و گاهی وقتی هم به هر حال برخی از مراکز مراجع مذهبی مثل همین آقای جنتی رئیس شورای نگهبان اعلام میکرد، میگفت اگر اینها محاکمه بشن جرائمشون سنگینتره و چه بسا به اعدام محکوم بشن. حتی علی خامنه‌ای هم به این مسئله اشاره کرد. منتهی مراتب من فکر میکنم الان وضعیت رژیم در یک وضعیت بسیار نابسامانی قرار گرفته و میبینیم که تو این جنگ‌های باندهای حکومتی دست‌های همدیگر هم رو میکنن، البته بخشی از این فساد مالی و اختلاسایی که انجام دادن. برای من فکر کنم موسوی هم از فرصت داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه در مقابل حملاتی که علیهش میشه، علیه او و کروبی میشه، یک قدرت دافعی بگیره و برشک نقطه ضعف رژیم رو هم میدونه. نقطه ضعف رژیم همونجوری که شما اشاره کردین 36 سال فساد مالی و اختلاس مالی و چپاول ثروت‌های ملی مردم ایران بوده و اون میدونه که پرونده هر یک از این آقایان که در حکومت بودن در این 36 سال بسیار پرونده سیاه و تاریکی است و این نقطه ضعف اینهاست و اون میگوید که من بیایم در دادگاه و بگویم که علل این فساد مالی چیست. من فکر میکنم که او روی نقطه ضعف بزرگی انگشت گذاشته و فکر نمیکنم که او روزی در یک محکمه آزاد که بتونه با آزادی تمام حرفای خودش رو بزنه بر علیه اینا بزنه برشک امکانی پیدا بشه که بیاید صحبت بکنه. به حال یک موضع‌گیری است و یک به نظر من یک موضع‌گیری دفاعی است در مقابل حملاتی که بر علیه موسوی یا بخشان کروبی در این روزهای اخیر شده است. یعنی شما فکر میکنید اگر امکان داشته باشه، یعنی اگر قصد واقعی داشته باشه، میتونه در همین شرایط هم اعلام بکنه؟ من نمیدونم که موسوی تا چه اندازه واقعا پیش خواهد رفت یه روزی اگر در یک محکمه آزاد بیاید و بگوید اینها چه کردم، چون او باید در مدت این 36 سال به هر حال از ابتدای انقلاب و نخست وزیر بوده و به هر حال در این حکومت برشه یک ارتباطی چه و او همه این فسادها رو میدونه از دوره رفسنجانی، از دوره خود علی خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور و تماسه که رفسنجانی به هر حال با باند مکفارلین داشته و تماسایی که اینا همه اینا رو میدونه. من فکر نمی‌کنم که موسوی هم یه روزی در یک محکمه بیا تمام این مسائل رو برشک مطرح بکنه، چون اون موقع دیگه است که باید با رژیم خدافزی بکنه و او مخالف کل نظام نیست. یعنی او برشک دوران طلایی امام رو که شما اشاره کردید بهش پابند هست و نمیخواد نظام برشک سرنگون بشه. فکر میکنم یک بخششی که به شکلی تصفیه باندها به حکومت باشه شاید بیاد مطرح بکنه. آقای محمدی همراه با آقای اعتمادی خیلی بر این عقیده هستن که این جناهای مختلف بر اساس آنچه که از طرف مقابل دارن در دایره قدرت موندن، یعنی اینکه آقای احمدی نژاد این همه میگن فساد اینها، اما کاریش نمیکنن به خاطر این احمدی نژاد کلی اسناد از اون طرف داره، اون طرف هم از احمدی نژاد داره، طرف سوم از هر دوتا داره، طرف چهارم از هر سه تا و هر سه تا از طرف چهارم. یعنی
مثل یک داچ سیتی که در فیلم های وسترن قدیم ما بله میدیدیم، همه دست به ششلول و هفتیر هستن که اون یه چیزی بگه اینم یه چیزی رو رو کنه و و به هم واقعیت داره هم یک تعادل موازنه، من نمیدونم منفی مثبت واقعیت هم واقعیت این هم شکلی همینه هستش. دارم واقعیت هم همین هستش که معذرت میخوام میفرمودید نه نه عرض من تموم شد ببرم. واقعیت هم همین هستش که مانند باندهای مافیایی عمل میکنن دیگه، هر کدوم بر علیه هم دیگه پرونده هایی دارند و میخواهند رو کنند یا بر اساس اطلاعاتی که از طرف مقابل دارن، بر اساس سوابقی که از طرف مقابل دارن، خب میتونن سروایف کنن، میتونن خودشون رو نگه دارن و ادامه بدن. ولی به هر حال در این میان حالا بعضی ها ممکنه هست بشن نشن، حالا آقای مثلا هادی غفاری که یه روز آدم میکش تو خیابون، حالا جزو اصلاح طلب ها هستش و مثلا جزو زیر فشار، اینا بازی های خود، ولی اصل فشار روی مردم میاد. الان شما صحبت آقای موسوی رو کردین، مسئله فقط فشار بر آقای موسوی و خانومشون نیست یا آقای کروبی. آقای مطهری میگوید رفتیم خدمت آقای خامنه ای، یه عده دیگری هم بودن و من از ایشون خواهش کردم که آقا بذارین دادگاه تشکیل بشه و اگر حصر خب حصر بشه، اگر اعدام اعدام بشه. آقای خامنه ای گفتند اگر اینها محاکمه بشن مجازات سنگینی در انتظارشونه. اولا آقای خامنه ای بیجا کرده که اصلا در کار قضایی دخالت میکنه، این یک. دوم آقا قرار است اعدام بشن اعدام بشن، اگر واقعا دارید میگید که کاری کردن. آقای مطهری میگوید همون طرف مقابل رو، همه احمدی نژاد رو با دار و دستش، همون کسانی که تحریک کردن، همین آقای موسوی، اینا رو همه رو جمع کنیم یه محاکمه درست کنیم. همین دیروز چون به مناسبت نهم دی ماه و نمیدونم اون عاشورای معروف، شما ببینید چه قوقایی به راه انداختن، عملا جامعه رو به دو شق تقسیم کردن جناب چالنگی، که بعضیا براندازن بعضیا طرفدار نظامن و این میدونید کجا وحشت ایجاد میکنه جناب چالنگی برای امثال بنده، شاید نادان باشم اینو بگم، این زمینه یه جنگ داخلی را اصلا فراهم بکنه. مگر گروه های دیگری که در کشورهای دیگه دارن می جنگن سر چی دارن می جنگن؟ حالا خب الان خب ببینید جامعه رو دو شق کردن بابت این که نمیدونم دو نفر سران و فتنه و نمیدونم چهار نفر. آقای اگه فتنه بوده که آقای خامنه ای آمدن فتنه رو الحمدلله سرکوب کردن، دستور علنی کشتار دادن، خب دیگه بس بس سر چیه؟ بس بر سر این هستش که جامعه همیشه دو شق نگه. شما میفرمایید از همدیگه پرونده دارن، اینا میخوان خود مردم رو هم در مقابل مردم قرار بدن و متاسفانه اونش بر واقع یک پیشبینی خطرناکتر است. ببخشید که طولانی صحبت. کمتر از یک دقیقه وقت داریم آقای اعتمادی. خیلی این چند جناحی رو تعبیر به دموکراسی میکنن. به هر حال دموکراسی تعریف خودش رو داره. دموکراسی به نظر من در این کشور وجود نداره چون مؤلفه‌اش وجود نیست. آزادی احزاب، آزادی مطبوعات شرط نخست یک دموکراسی مدرنه که در جمهوری اسلامی وجود نداره. اینا باندهای حکومتی اختلاسگر هست، جنگ قدرت، جنگ باندهای مافیاییه. و خیلی هم البته میگن که اینها این دعواهایی که هست این دعواهای حوزوی هست که در حوزه علمیه انجام میشد که با دموکراسی هیچ نزدیکی و شباهتی نداره، چون این دعوایی بر سر کول هم زدن در حوزه علمی قوم بر سر این که اول حالا مناسک یا هرچه که هست رواج داشته و داره. سپاس بسیار داریم از شما آقای کوروش اعتمادی عزیز، با سپاس. تشکر، بدرود. آقای محمدی گرامی، با سپاس از شما در لندن. ممنون از شما. به اتفاق تینای عزیز، تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی، رامین مسئول استودیو، رضای گرامی مسئول دوربین، قدرت عزیز مسئول تدارکات برنامه و همکارانم در بخش خبر که با ما نیز
همکاری دارند. به شما عزیزان درود میگیم و سال خوشی رو برای همه مردمان جهان، اونها که در راه درست و مصالح مردمان میکوشند، آرزو داریم، به ویژه هموطنان مسیحی. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دراک، تفتان، الوند، کو و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.